لندن. سلام، شبتون بخیر. به گفته عفو بین‌الملل دست کم 106 نفر در اعتراضات و نارامی‌های ایران درگذشتند. در 21 شهر این کشور، تنها در شهر کرمانشاه 16 نفر کشته شدند. عفو بین‌الملل گفته این حداقل تعداد کشته هاست و ممکن است که این تعداد بالاتر هم برود. علت دسترسی به اطلاعات در داخل ایران محدود است و حکومت تقریبا همه مجراهای انتقال اطلاعات به خارج از کشور را بسته. علی ربیعی سخنگوی دولت گفته اعلام تعداد کشته ها به زمان احتیاج دارد و اولویت فعلا حفظ امنیت است. 5 روز پس از شروع اعتراضات سراسری در ایران که جهش ناگهانی بنزین آغازگرش بود، اینترنت همچنان قطع است. گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد که فضا در شهرهای بزرگ به شدت امنیتی است و در بسیاری از میدان‌ها و خیابان‌های اصلی شهرها نیروهای امنیتی حضور پررنگ دارند. اما استفاده از این درجه از خشونت و آیا چنانچه عفو بین‌الملل می‌گوید استفاده از سلاح مرگبار به عنوان ابزاری برای کنترل نارامی‌ها در کنار قطع بی‌سابقه اینترنت توانسته اعتراضات را هم خاموش کند؟ بیشتر در این باره صحبت میکنیم. ابتدا گزارشی ببینیم از هادی نیلی. نگاه کنید، سنگر گرفته میخواد مردم رو بزنه. به جز آنچه مقام ها میگویند، خبرها از ایران قطره چکانی میرسد. تصاویری از چند شهر ایران نشان میدهد که تا امروز صبح هم اعتراض ها و درگیری های ادامه داشته. کرمانشاه، بلوار طاق‌بستان. 5 روز بعد از اعلام ناگهانی جهش قیمت بنزین، این از دیروز کرمانشاه است که بی بی سی تازه توانسته زمان و مکانش را تایید کند. روایت یک شهروند. نگاه پشت درخت قشنگ داره مردم رو میزنه، ماموره. نگاه کنید هم اصلش. و این تصویری از شیراز. پلیس‌ها قدیم شیراز. گزارش‌های مختلفی درباره شمار کشته شدگان و زخمی‌ها در این اعتراض‌ها می‌رسد. دولت ایران می‌گوید اعلام تعداد معترضان کشته شده در شهرهای مختلف زمان می‌برد. عفو بین‌الملل، سازمان جهانی فعال در حمایت از حقوق شهروندی، امروز سه‌شنبه اعلام کرد طبق تحقیقاتش در جریان اعتراض‌های اخیر ایران تا کنون دست کم 106 نفر در بیش از 20 شهر ایران کشته شدند. ناظران میگویند میزان ارتباط اینترنتی ایران با خارج کشور کمتر از 5% است. تلاش حکومت برای جلوگیری از ارتباط معترضان با یکدیگر و همینطور ممانعت از انتشار اطلاعات در رسانه‌ها. قوه قضاییه گفته کسانی که به رسانه‌های خارج کشور فیلم می‌فرستند مجازات می‌شوند. گفته نشده که جرم آنها بر اساس قانون کدام است. علی ربیعی سخنگوی دولت گفته اگر اطمینان حاصل شود که سوء استفاده ای صورت نمی گیرد، اینترنت استانهای مختلف به تدریج وصل می شود. علاوه بر سازمان های حقوق بشری و حامی آزادی بیان، سازمان ملل متحد هم از مقام های ایران خواسته که اینترنت را دوباره وصل کنند و حق آزادی بیان معترضان را رعایت کنند. سخنگوی سازمان ملل میگوید آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، نگران برخورد نیروهای امنیتی و معترضان است و گفته به خاطر کشته شدن معترضان متاسف است. قطعی اینترنت، تعطیلات گسترده مدرسه ها و حتی موارد به ظاهر بی ارتباطی مثل لغو بازی های ورزشی گواه ادامه اعتراض ها و ناآرامی های گسترده در ایران است، هرچند مقام های رسمی و رسانه های وابسته بگویند اوضاع عادی است. گام اول واریز یارانه معیشتی. در میان این خبرها دولت ایران میگوید پرداخت یارانه های نقدی که برای جبران گران شدن بنزین در نظر گرفته بوده از نیمه شب گذشته آغاز شده. این یارانه های نقدی یا به قول دولت حمایت معیشتی قرار است به 60 میلیون نفر پرداخت شود. دیشب برای حدود 20 میلیون نفر واریز شده. فردا شب و شنبه شب هم قرار است به حساب بقیه پول بریزند. امروز صبح در جلسه هیئت دولت، رئیس جمهوری ایران بار دیگر از تصمیم افزایش ناگهانی قیمت بنزین دفاع کرده و باز یادآوری کرده که آیت الله علی خامنه ای از قبل از آن اطلاع داشته. به رغم امضای رؤسای سه قوه پای طرح افزایش قیمت بنزین، صدای شهروندان از رسانه‌های رسمی هم با انتقاد از این طرح همراه است. بهتر نبود که مقداری قبلش در مورد این طرح و اینکه عاملی نشه برای تورم یه ذره فکر میشد، پوشش فکری باشه برای مردم توضیح میدادن. ای کاش یه زمینه‌ای داشتیم. و اینی که میگه که مثلا بنزین گرون بشه رو لوازم اثر نمیذاره، یه چیز غیر قابل باوریه، غیر قابل اصلا امکانه. این همه مشکل اقتصادی که توی مملکت وجود داره، گرونی گوشت و مرغ و همه اینها، یه روز
تخم مرغ میره بالا، الان بنزین رفته بالا. در این جلسه هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده که تعطیلات هفته آینده مجلس لغو شده. پیشتر برخی نمایندگان خواسته بودند جلسه با حضور رؤسای قوای مجریه و مقننه درباره سهمیه بندی بنزین برگزار شود. در کنار تهدیدهای جانی و قضایی برای کسانی که در اعتراضهای چند روز گذشته شرکت کردند، حامیان حکومت ایران هم در شهرهای مختلف برای مخالفت با این اعتراضها راهپیمایی کردند که این تظاهرات در رسانه‌های رسمی مفصل پوشش داده شده. هادی نیلی، بی بی سی. همطور که شنیدید در ابتدای برنامه، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که دست کم 106 معترض در چند روز گذشته در 21 شهر ایران کشته شدند. متاسفانه به دلیل قطعی اینترنت امکان ارتباط گرفتن با بخش‌های بسیاری از ایران وجود نداره و امکان تایید این خبر به شکل مستقل امکان پذیر نیست. رسانه‌ها و مقام‌های ایران معترضان را اشرار و اغتشاشگر می‌دانند. معترضان می‌گویند آنها به شرایط بد اقتصادی و معیشتی اعتراض دارند. سازمان ملل متحد نگران است و از مقام‌های ایران خواسته در توسل به زور خویشتنداری نشان دهند. مریم افشین گزارش می‌دهد با این هشدار که این گزارش تصاویر ناراحت کننده دارد. بعضن یه تعداد اراذل اوباش اومدن تحرکاتی رو با فریاد زدن، در واقع یه سری اقدامات رو می‌خواستن انجام بدن که اونها هم روز گذشته همشون دستگیر شدن. حکومت میگوید معترضان اراذل اوباش، فرصت طلب، معاند، اغتشاشگر و اخلالگر هستند و مدام برای آنها خط و نشان می‌کشد. قول و تضمین رو به همه اقشار جامعه میدیم که با کسانی که شرارت میکنن، اراذل اوباشگری میکنن، میخوان اموال عمومی و اموال مردم رو تخریب بکنن، با قاطعیت و با قدرت برخورد میکنن. نگرانی مردم جداست از صف اشرار و صف اونهایی که میخوان ناامنی ایجاد بکنن در جامعه. آتش زدن بانک ها، لرزوندن دل زن و کودک مردم مجازات سختی رو به دنبال داره. روزنامه کیهان هم در شماره امروز خود از معترضان با عنوان اراذل اجاره‌ای نام برد. در تیتر دیگری هم گفت اعدام در انتظار آنهاست. این حکم را روزنامه کیهان در حالی صادر کرد که هنوز دادگاهی برای بازداشت شدگان تشکیل نشده است. با آغاز طرح اصلاح قیمت بنزین برخی نگران شدند و برخی دیگر اما به بهانه نگرانی دست به اغتشاش و آشوب زدند. صدا و سیما میگوید تخریب کار معترضان است. نظر معترضان اما چیز دیگری است. اینجا خیابان اصلی گوهردشت، مامورا اومدن اینجا رو آتیش زدن، بندازن گردن مردم. مقام ها و رسانه های ایران آمار و ارقام زیادی از اموال عمومی تخریب شده منتشر کردند. بر اساس این گزارش ها 600 میلیارد تومان به شبکه بانکی ایران خسارت وارد شده. بر همین اساس 63 شعبه در اصفهان، 44 شعبه در خرم‌آباد، 300 شعبه در تهران و همه بانک‌های فردیس کرج در آتش سوخته شد. 63 میلیارد تومان هم جایگاه‌های سوخت خسارت دیدند. 180 جایگاه سوخت آتش گرفته و آسیب دیده. 150 میلیارد تومان هم به فروشگاه‌های زنجیره‌ای خسارت وارد شده. شبکه اورژانس هم 60 میلیارد تومان خسارت دیده. 32 آمبولانس سوخته و 5 پایگاه اورژانس آسیب دیدند. این آمار نشان از وسعت اعتراضات و تخریب ها دارد، اما هنوز خبری از تعداد کشته شدگان نیست. مراسم وداع با 2 تن از شهدای امنیت امروز در معراج شهدا. رسانه های ایران خبر از تشییع جنازه 2 نیروی امنیتی دادند. در حالی که جنازه بسیاری از معترضان به خانواده هایشان تحویل داده نشده. ابراهیمی زمانی که معترضان و آشوبگران را دعوت به آرامش میکرد، با ضربه قمه، چاقو و سلاح گرم به دست اشرار به شهادت رسید. این تصاویر گزارشی از تلویزیون ایران است. این هم تصاویری که مخاطبان بی بی سی از کرمانشاه برای ما فرستادند. میخواد بزنه، میخواد بزنه. فرماندار مریوان درباره کشته شدگان گفته این که شنیده شده 15 نفر در جریان ناآرامی‌های اخیر در مریوان کردستان کشته شدند کاملا دروغ است، اما ما مجوز نداریم اطلاعات بدهیم و قرار است شورای هماهنگی استانداری در این زمینه اطلاع رسانی کند. آقای اقبال البته گفته چند نفر در کردستان به دلایل نامعلوم جانشان را از دست دادند.
فرماندار ماهشهر هم گفته درباره کشته های اعتراضات این شهر بعداً اطلاعات خواهد داد. رئیس سازمان انتقال خون تهران هم گفته به خون احتیاج دارد، هرچند توضیحی نداده. اینترنت در ایران قطع است، اما بعضی از تصاویری که به دست بی بی سی رسیده نشان از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به معترضان دارد. وضعیت صدرا بسیجی‌ها رو می‌بینید که رو سر ساختمون دارن تیراندازی می‌کنن به سمت مردم. سازمان عفو بین‌الملل گزارش داده که در این اعتراضات حداقل 106 نفر کشته شدند و گفته استفاده از سلاح مرگبار تبدیل به سلاح حکومتی شده است. مریم افشنگ، BBC. مسعود بهنود روزنامه‌نگار در استودیو با ماست. آقای بهنود، به بسیاری از روزنامه‌نگاران دستور داده شده بود روزهای اول که پوشش ندند به طور جدی این اعتراضات رو. آیا این روند ادامه پیدا کرده؟ به یه معنی آره، به یه معنی نه. ببینید، اولا که اگر از اول هفته بگیم، یعنی از شنبه که شروع شد روزنامه‌ها اومدن، روز شنبه به دلیل اینکه جمعه بسته بودن روزنامه‌ها بیلگام بودن، بعضیشون به شدت عصبانی بودند و تیترهای تند زدند. تا اینکه این پیام رسید، این پیام هم احتیاجی به اینکه مخفی داده بشه به سردبیر نبود، به خاطر اینکه بعد از اینکه رهبر این صحبت رو کرد، مجلس خودشو کشید کنار. قوه قضاییه که به شدت اومده بود جلو یه روز اول هفته، ولی رانده شد به کنار. یعنی وقتی دیگه حکومت در مجموع سکوت برقرار کرد، معلوم بود تکلیف کار چی است. بسیاری از کارتونیستا کارتونای کشیده بودند که قابل چاپ نبود، سردبیر بهشون برگردوندن، بعضیشون رو گذاشتن توی شبکه‌های اجتماعی، ولی اونم از یک شنبه رفت. دوشنبه که شد، یعنی دیروز راستی، اصولاً فضا تغییر کرد، یعنی یه فضای دیگه ای شد. بنابراین داریم درباره 3-4 روزی صحبت میکنیم که فضا مختلف بود. ببینید، تا موقعی که روی صفحه میبینیم، یعنی از طریق به اصطلاح شبکه‌هاشون میبینیم یا از طریق وبلاگ‌هاشون میبینیم، یه جور دیگه ای به نظر میاد. نظر شما جلب میکنم به این روزنامه پریروز. وقتی به صورت روزنامه، یعنی به صورت کاغذی دستتون میبینین، یه حس دیگه ای داره، به دلیل اینکه این تمام صفحه اولش تلافی برف و بنزینه. اگه یه ذره اونورتر بگیرین که بیننده هم بتونن ببینن، عالیه. بله، اینطوری بهتر. میبینید که این توی صفحه های داخل هم، به عنوان نمونه اعتماد دارم میگم، صفحه های داخل هم وضعیتشون کم و بیشینه. یعنی داشتن تا روز یک شنبه اداره میکردن خودشونه، یعنی در این حال اعتراض ها رو داشتن، اعتراض های کمرنگی داشتن و داشتن گزارش میدن. از بعد از اینکه در حقیقت صحبت رهبر اومد در میان، دیگه احتیاج نیست اطلاعات پشت پرده داشته باشیم. کاملا معلومه که قرار هست که اینطوری نگاه کنیم. البته نه حالا به تندی کیهان یه وضعیت خاصی داره، صحبت دار میکنه، اعدام با دار کرده، ولی بقیه روزنامه ها هم مشکل اصلیشون این شده که چجوری این بافت جمعیتی تو خیابون رو از هم جدا کنیم. یعنی بنابراین تمام توجهمون رو بدیم به کسانی که اسمشون رو بذاریم همین اسمایی که میذارن، خرابکار، چه دستور گرفته از خارج، اینا. و به اونا خب راحت میشه حمله کرد. مردم هم شاید موافق باشن با اینکه با کسایی که آتش میزنند و به این فضا رو وجود میارن خیلی همدل نیستن. ولی واقعا کدوم تکنیکی الان بتونه بگه که شما موقعی که تیر دارین میزنین، این تیرتون شناسایی میکنه که اون کسی که داریم میزنین اون کسی است که آتش زده یا نه اون کسی که فقط اومده بگه آقا گرسنه‌ام؟ الان مهمترین مشکلی که تو صفحات روزنامه‌ها میشه دید، تو مقالات مختلف، همین جای مقاله آقای عبدی داره در مورد خود اصلا اساس افزایش قیمت انرژی، توش دقیقا همین حرفو میزنه. یعنی دو تا بحثه، یه بحثی است که قضیه کاملا امنیتیه، این رو حکومت سعی میکنه با مردم به تفاهم برسه در موردش، ولی از اونجایی که درباره قسمت دوم هنوز حرف نمیزنه که ظاهرا اکثریتند که فقط دارن اعتراض میکنه، یعنی اعتراض مدنی آرامی هست با یک پوشش روبرویی که تو فیلمامون داریم میبینیم، چگونه میشه اینا رو از هم جدا کرد؟ به نظر میرسه راحت ترین کار انتخاب شده و اون که اینترنت قطع بشه، روزنامه ها عملا به حالت بلا مصرف در بیان، یک حرف یکسان بزنن همه با هم،
و حرف زیادی زده نشه راجبش. فضای کلی است که در 4 روز گذشته حاکم شده. آقای بهنود، قبل از انقلاب و در سالهای 56 57 اینترنتی وجود نداشت، اینقدر نیاز به اینترنت برای اطلاع‌رسانی وجود نداشت، اما به هر حال معترضان میتونستن با هم به نوعی ارتباط برقرار بکنن. فکر می‌کنین آیا ممکنه الان همون امکان ایجاد بشه؟ نه، من یه همچین احتمالی خیلی کم میبینم، مگر اینکه به اوضاع دست خارج شه. چرا؟ به خاطر اینکه این اعتراضات رو الان کلن اقتصادی میبینم، در حالی که اول انقلاب خیلی سعی شد توسط حکومت، در اول انقلاب نه، مقصودم قبل از انقلاب، دولت های شریف هامی که اومد سعی کرد به اصطلاح خواستار رو بکنه مالی. ولی من سوالم راجع به شیبه های ارتباطی شونه. آره. چطور سازمان یافته عمل میکردند؟ اون در نبود اینترنت داشت اتفاق میافتاد. بله، ولی وقتی که شما منافع مشترک پیدا کردید، یعنی وقتی همه خانواده ها رفتن زیر فشار، یه طبقه موندن که حالا توی پنتهاوس و اینا از اون بالا دارن با دوربین صحنه نگاه میکنن. چنانکه در تهران همه میگن که این دو روز اخیر به خصوص خبری نیست، ولی اسلام شهر رو جامعه مرد قصاب و اینا رو کسی قول نده خبری نباشه، چون که خبرهای هم هستش. پس بنابراین یه چیز مهمتر از اینترنت و بقیه شبکه ها وجود داره و اون عبارت هست از منافع. یعنی کسایی که دارن درباره این صحبت میکنن که پول دوای بچه‌مو ندارم و از فردا گرون میشه همه چیز، اینا منافع مشترک دارن، اصلا احتیاج به رادیو و تلویزیون روزنامه ندارن. همه رو قطع کنید، اینا همه یک صدا دارن، یک حرف دارن میان تو. ولی یه دم توشون ممکنه که عصبانی تر از بقیه باشن، یه حرکاتی بکنن. ممکن نیست که سیستم موفق شه و اون عده حالا معدود یا هر چی رو، اون عده رو بکنه همه و وسیله بگیره یا بهانه پیدا کنه برای زدنش. متشکرم. مسعود بهنود، روزنامه‌نگار در استودیو با ما. اما برای بررسی بیشتر این موضوع، محسن کدیور، اسلام‌شناس و استاد دانشگاه دوک از شهر دورهام در ایالت کارولینای شمالی آمریکا با ما هستند، و همچنین داریوش سجادی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از سکاتسدیل در ایالت آریزونای آمریکا به ما پیوستند. آقای کدیور، آیت الله خامنه‌ای در توییتی اعلام کردند که از دید ایشون اعتراض‌ها امنیتی بوده و نه مردمی. اساساً آیا از دید آقای خامنه‌ای هیچ اعتراض مردمی در ایران اتفاق میفته؟ ایشون تا حالا از اعتراض های سال 88 سال 88 و قبل از اون ابراز کردن، نوعاً به بعد مردمی این اعتراض ها توجهی نکردن و همواره حواشی اقتشاش یا تخریبی که اتفاق افتاده، حالا یا توسط بعضی تظاهر کننده های خشمگین یا به احتمال قوی توسط برخی ماموران امنیتی حکومت، این رو این حاشیه ها رو تبدیل به متن کردن و از باب دفاع از امنیت کشور هر نوع اعتراض مردمی رو ناروا دونستن و دستور سرکوبش رو دادن. و متاسفانه مردم ایران هیچ راه قانونی مسالمت‌آمیزی براشون باقی نمونده برای ابراز نگرانی و اعتراضی که چه به مسائل اقتصادی، چه به مسائل سیاسی، چه به مسائل فرهنگی داشتن و دارن. وقتی که چنین فضای فراهم نباشه و حکومت هر نوع صدای اعتراضی رو اغتشاش یا صدای اشرار یا صدای اجانب یا مزدوران اجنبی خطاب بکنه، متاسفانه امکان هر نوع گفتگوی مسالمت‌آمیز از بین میره و مشکلاتی پیش میاد که الان ما شاهدش هستی. آقای سجادی، از طرفی مقام ها و مسئولان در ایران در مصاحبه های مختلف اعلام می کنند که مردم حق اعتراض دارند، ما مشکلی با اعتراض مردم نداریم، ما صرفاً با تخریب و اغتشاش مسئله داریم. ولی عملاً واقعاً مردم چطور می تونن اعتراض بکنند بدون اینکه کشته بشن؟ بله، اولا عرض ادب دارم خدمتتون خانم رحیم‌پور. ببینید، بذارید قضیه را از پله اول شروع کنیم. واقعیت اینه که از اردویشماه سال گذشته که ترامپ از برجام خارج شد و رسما اعلام کرد از طریق تحریم‌های فلج کننده به دنبال
پمپ بحران معیشته، خب این داره جواب میده. یعنی انقدر سخت گرفتن معیشت رو و دست حکومت در ایران بسته شد که به اینجا رسید که افزایش قیمت بنزین منجر به اون آشوبی شد که ترامپ دنبالش میگشت. گذشته از اینکه نمیتونیم نادیده بگیریم که بی‌مبالاتی دولت در این تصمیم هم مؤثر بود. ببینید واقع همینه که برای یک همچون تصمیمی دولت موظف بود افکار عمومی سازی کنه پیشتر و آماده کنه ذهنیت ها رو، نه اینکه شب تولد از رسول الله صبحش بلندش مردم سورپرایز بشن با این خبر که منجر به اون واکنش ها شد. اما واقعیت قضیه اینه که در حوزه اعتراض ببینید اون مشکل اینه که هر آینه ما در کشور اعتراض مدنی شهروندان رو داشتیم، متاسفانه لایه‌های رادیکال اومدن این اعتراض مدنی رو واشو کشیدن. نمونه برجسته شما تظاهرات سکوت 88 نگاه کنید، یک تظاهرات میلیونی مدنی ساکت بود که حکومت هم متعرضش نشد، حالا بگذاریم که آخر برنامه حمله شد به پای به بسیج. اما درست اون مقطعی که رادیکال‌ها وارد قضیه میشن، شهر آشوب را میندازن، باعث میشه که حق توده‌های شهروندی و مدنی که اعتراض مدنی هم دارن از بین بره. کمه که تو این قضیه هم خب یه مده مردم اعتراض داشتن، اعتراضشون هم کاملا محققانه بود، اما وقتی به خصوص بعد از اینکه رسانه‌های خارجی اومدن تریبون رو در اختیار اپوزیشن برانداز گذاشتن و این اپوزیشن برانداز مصادره کردن اعتراضای کف خیابون رو و باعث شد که رادیکالیسم پمپ بشه، و وقتی رادیکالیسم پمپ بشه طرفین هم حکومت هم نیروهای درگیر با خشونت برخورد میکنن. این هم یه چیزم بگم، یه مقدار دوستان خارج از کشور انتظایی هم فکر میکنن این که بیان بلک اند وایت کنیم که حکومت برخوردش خشن، این طرف تمام اخشاری با الوهیت و روحانیت، نه ببینید واقعیت اینه که جامعه ما جامعه خشنی شده متاسفانه، چه در میان توده ها چه در میان حکومت، و این رو نباید با رمانتیسم قاطی بکنیم. بله وقتی درگیری میشه دیگه، وقتی به خشونت کشیده میشه، وقتی بانک آتیش زده میشه و اتوبوس آتیش زده میشه، حکومت هم به خودش این حق رو میده که بهای تامین امنیت برخورد با مشت آهنین بکنه. آقای کدیور، شنیدید صحبت آقای سجادی رو؟ معتقدند که رادیکال ها و اپوزیسیون برانداز باعث شده که اعتراضات به خشونت کشیده بشه. واقعش اطلاعات کافی الان در دست نیست، به علت این که حکومت آمده اینترنت رو 5-4-5 روز قطع کرده و اخبار صحیح به دست نمیرسه، به دست نمیاد، و تعداد کشته ها هم متاسفانه بسیار سرغمی رسیده و دشواره که تایید بکنیم اونچه که ایشون دارن میفرمان. و این همون موضع رسمی جمهوری اسلامی که داره به زبانی ابراز میشه. اونچه که من یقین دارم و تجربه قبلی من مستند هست، در سال 88 و سال 89 عامل اصلی خشونت نهادینه از سوی ماموران امنیتی، لباس شخصی و غیر اونها بود. اگر اون روند ادامه داشته که هیچ دلیلی نداریم که تغییر پیدا کرده باشه، علل قاعده این حاشیه خشونتی که قطعاً مورد پذیرش اکثریت مردم معترض نمیتونه باشه، الان تبدیل به متن شده و اون داره برجسته سازی میشه. اگر ما میخواییم واقعا صدای مردم رو بشنویم، اول باید قبول کنیم که اعتراضی هست و این اعتراض هم به تصمیمات و فقط صرفا مسئله بنزین هم نیست. همین بخش ویدیوهایی که منتشر شده و من شنیدم و ظاهرا متعددم هست، میتونیم بگیم در حد مستفیض یا متواتر هم رسیده، مردم اعتراضشون بیش از مسئله بنزین هست، هم به تصمیمات کلان سیاسی هست، هم به رهبری هست، هم به نظام هست. در مورد تصمیم بنزین هم این تصمیم به هیچ وجه نمیتونه صرفاً به دولت نسبت داده بشه، قطعاً دولت در این زمینه دخیل بوده، اما خود شخص رهبر از اردیبهشت سال گذشته تصمیم در این امور رو به یک شورای عالی غیرقانونی به نام هماهنگی اقتصادی سران قوا سپرده. این شورا تصمیمش مورد تنفیذ رهبری قرار گرفته، ویدئوش هم پخش شد، بنابراین الان نمیتونیم بگیم که این تصمیم یه بخش بود. الان هم وقت این نیست که این جناح بخواد اون جناح رو متهم بکنه. همونطور که ابراز شد این تصمیم نظام بوده، تصمیم هم تصمیم نادرستی بوده. مسئله بنزین هم مسئله ثانوی، یک خشم انباشته در میان توده های مردم وجود داره. قطعا تحریم
جنگ اقتصادی ترامپ درش تأثیر داشته بدون هیچ تردیدی، اما باید عوامل قبل از اون رو هم مورد بررسی قرار داد. چی باعث شده که ترامپ این تصمیم نادرست را گرفته برای اینکه رژیم جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاره؟ حالا اگر در بخش بعدی صحبت شد وقت شد، من به ریشه های قبلترش هم خواهم پرداخت. آقای سجادی، آقای کدیور می‌فرمایند که اعتراض به کل نظامه و واقعیت اینه که به هر حال در بسیاری از این اعتراضات درسته که بخشش در هر جای دنیا ممکنه به خشونت بکشه. چرا آیت الله خامنه ای امکان یک همه‌پرسی، یک نظرسنجی صلح‌آمیز را ایجاد نمی‌کنه که اصلا اعتراضات به خیابان‌ها کشیده بشه و بعد هم به خشونت ختم بشه؟ ببینید، اینکه اعتراض ها به کل نظام، من منکر نمیشم که بخشی از جامعه ایران نگاهش نگاه براندازانه و ساختار شکنه و اساسا متنفر از جمهوری اسلامی، این غیر قابل کتمانه. اما بحث سر اینجاست که هر کسی زیر علم خودش سینه نمیزنه و این یه جوری هم برمیگرده در واقع به نقطه عطف تاریخ انقلاب اسلامی ایران در 88. ببینید، در 88 ما یک مشکلی رو لاینحل گذاشتیم که کماکان از اون زخم ترشابه ترشح میشه. واقعیت امنه که تا قبل از 88، تا قبل از نتیجه انتخابات، یک بهجت وجد ملی در جامعه سیاسی ایران در ایام انتخابات در هر دو جناح بود. اما با اون دو مسائلی که حالا پیش اومد، خودتون در جناح هستین، الان جاشم توی برنامه نیست، بحث تقلب، اون بهجت ملی تبدیل به یک درگیری خیابانی شد و درگیری خیابانی که بنا به هر دلیلی اصلاح طلب و سبسا درش شکست خوردن. این شکست خوردگی، من حالا نمیخوام وارد بحث این بشم که حق با کی بود، اما تبعاتش یک پولیتیکال دیپرشن ایجاد کرد، یک افسردگی سیاسی ایجاد کرد که این افسردگی سیاسی در زیر پوست جامعه موند و اون بدنه‌ای که حالا تا اون مقطع با نگاه اصلاح طلبانه به صندوق رای نگاه میکردن، حالا بنا به دلایل قابل بحثی برانداز شدن، ساختار شکن شدن و اساسا از جمهوری اسلامی متنفرن. این زخمه که در هر بزنگاهی، حالا میخواد مسابقه فوتبال باشه، میخواد افزایش قیمت بنزین باشه یا هر چیز دیگه ای، از فرصت میخواد بهره وری کنه و با فرصت موجود در خیابان برون ریخ کنه اون غیظ و نفرت و خشم خودش رو، که اینجا من باز تاکید میکنم اون کسی که متضرر میشه، بعد همین قضیه هم شد، توده های مستمندی بودن که واقعا زیر بحران معیشت مستأصل شدن و اساسا نگاه ساختار شکنه هم ندارن. اما وقتی جو رادیکالیزه میشه، همین نیروهای برانداز هستن که حق اونام ضایع میکنن، اونا رفتن به انزوا و کف خیابان در اختیار رادیکالیزم قرار گرفت که در هر دو طرف به هم افزایی رسیدن و اون برخوردهای خشن و کشته و آتش زدن ها رو ما به ازا کرد. آقای کدیور، آیا ریشه این اعتراضات به افسردگی سیاسی ناشی از 88 برمیگرده؟ این بخشش همینطوره، اما نه با تحلیلی که شنیدیم، دقیقا با تحلیل 180 درجه مخالفش. نظام در سال 88 در انتخابات تقلب کرد. توی دادگاه اخیر محمد رضا خاتمی اسناد جدیدی ارائه شد غیر از اسنادی که قبلا ارائه شده بود. قصه بیش از 9 میلیون رأیی که معلوم نیست از کجا به آرا اضافه شد. بعد از اون، از سال بهمن 1389، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بدون برگزاری هیچ دادگاهی به دستور مستقیم شخص رهبری در حس خانگی هستند. قانون اساسی همچه چیز را اجازه نمیده. اگر قرار مملکت با اراده شخص اول اداره بشه، کمان که قبل از انقلاب بود و انقلاب صورت گرفت که دیگه یک نفر برای یک کشور تصمیم نگیره، مشکل اصلی الان اینجاست. و بعد از اون، وقتی که اعتراضات مسالمت‌آمیز چند میلیونی مردم در پایتخت به رسمیت شناخته، این صدا شنیده نشد و بعد هم به حاشیه‌های خشونت خودساخته حکومت تمسک شد، معلومه مردم وقتی می‌بینن که مجلس تشکیل شده، این مجلس که قرار بوده در مورد قیمت بنزین تصمیم بگیره، به حاشیه رانده شده، کمان که نماینده مجلس توییت میکنه که وقتی که ما رو به بازی نمیگیرید، در مورد ما مصوبه داشتیم در مورد قیمت بنزین، ما مخالف بودیم، خودتون رفتید تصمیم گرفتید، اسمش هم گذاشتید اقتصاد مقاومتی. این نحوه اجرا قانونه. خب مردم وقتی میبینن مجلس در رأس امور نیست، این جمله آقای خمینی، الان قطعا مجلس در رأس امور نیست، هیچ تصمیمی چه در مورد برجام چه در مورد قیمت بنزین با نظر مجلس اخذ نشده. مجلس امر تشریفاتی شده، کما اینکه قبل از انقلاب هم امر تشریفاتی بود.
الان رهبر تصمیم میگیره، پیامدهاش هم باید خودش مسئولیت رو بپذیره که این اتفاقات داره میفته. متاسفانه رئیس جمهور و رئیس مجلس و رئیس قوه قضایی هم شدن معاونان اجرایی و قضایی تقنینی رهبر، و این شیوه اداره کردن مسئولیتش این مشکلات رو داره که میبینیم جوان ایرانی، اکثر مردم به این نتیجه میرسن که هیچ کسی صدای اونها رو نمیشنوه و تنها راهی که باقی میمونه ریختن به کف خیابونه. اگر ما صندوق رأی رو به رسمیت شناخته بودیم واقعا، اگر ما به روزنامه ها اجازه میدادیم اخبار واقعی رو بنویسند، الان نگاه بکنید روزنامه های ما مجاز نیستن اون چه که داره تو کشور اتفاق میفته، وقت صدای اعتراض شده رسانه های به قول دوستمون رسانه های بیگانه. چرا رسانه های غیر بیگانه اینها رو منعکس نمی کنند تا حقیقت رو از زبان اونها هم بشنن؟ آقای سجادی در اگر که پاسخی دارید لطفا کوتاه. بله، من اگه بخوام خلاصه از خدمتتون، ببینید بخشی از حرفهای آقای کدیور خب آسیب شناسی اشتباهش بود که حالا بحث شما نیست، اما اون بخشی که مربوط به این برنامه میشه، ببینید ما یک واقعیت رو نمیشه کتمان کرد که تا زمانی که دولت ایالات متحده ایران رو زیر فشارهای تهدید و تحریم قرار داده، ولو اینکه حکومت دروغ هم بگه، ولی همین تهدیدها و تحریم‌ها مجوز رو به هر حکومتی میده که مزایقه کنه از یه سری از آزادی‌ها به بهانه تهدیدهای امنیتی. بنابراین میخوام بگم که اینجا اگر دولت ایالات متحده واقعا حسن نیت داره که کمک کنه به ایران برای توسعه سیاسی یا اشتباهی هر چی، همین که دست از سر ایران برداره که این توجیه رو، این مستمسک رو بگیره از حکومت، غیر از اینه که مگه الان اکثر دیدگاه‌های اپوزیسیون اینه که میگن دشمن تراشی جمهوری اسلامی بهانه است که بتونه آزادی‌ها رو از مردم بگیره و اون خدماتی که نمیدن رو توجیه کنه. من میگم اگر واقعا این صداقت داره، بنابراین فشار باید بیان رو دولت ایالات متحده که دست بردارد از این بهانه سازی که به حکومت در ایران توجیه سرکوب بده. من معتقدم این داره هم‌افزایی می‌کنه، یعنی حتی دولت ایالات متحده صرف نظر از ترامپ یا هر کس دیگه‌ای با این را کار خودش عملاً دارن دامن می‌زنن به آشوبی که دنبالش می‌گشتن. متشکرم از هر دوی شما، داریوش سجادی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و محسن کدیور اسلام‌شناس و استاد دانشگاه دوک. نارامی‌های اخیر اگرچه در ایران در سال‌های اخیر بی سابقه بود، اما در رسانه‌های خارج از ایران آنطور که باید تنین نینداخت. نیکلاس نیکسادات نگاهی انداخته به بعضی از روزنامه‌های مطرح در کشورهای غربی که حوادث همسایه غربی ایران یعنی عراق بیشتر از اعتراضات در ایران نظرشون رو جلب کرد. Violence intensifies in Hong Kong as dozens of demonstrators attempting to escape a university are blocked by police. اعتراض‌ها در ایران اگرچه کم سابقه و بی سابقه توصیف شدند، در صدر اخبار رسانه‌های جهانی نیستند. احتمالاً به دلیل نبود خبرنگاران خارجی و قطع اینترنت. آنجا که به ایران پرداخته می‌شود، صحبت از همین قطع اینترنت است و دیگر ارتباط و مقایسه با عراق. تحلیل واشنگتن پست با عنوان رژیم ایران و واکنش منفی در خانه و کشور همسایه با تصویر معترضان عراقی شروع می شود که عکس قاسم سلیمانی را آتش زدند. ایشان سرور می نویسد اگر اعتراضهای دو سال پیش به تحریک یک جناح و برای تضعیف دولت روحانی شروع شد، این بار از همان اول خامنه‌ای و کل رژیم هدف اعتراض بودند. به نوشته جیسون رضاییان، پاسخ شدید رژیم نمایانگر ترس موجود در راهروهای قدرت در تهران است. سالهاست که ایرانی‌ها می‌گفتند اگر کار به زورآزمایی واقعی بکشد، پاسخ حکومت وحشیانه‌تر از صدام، مبارک یا حتی بشار اسد خواهد بود. این فرضیه تا اینجا هرگز آزموده نشده بود، چون مردم به استیصال یا جسارت لازم نرسیده بودند. شاید این بار متفاوت باشد. در نیویورک تایمز این روزها همه تمرکز روی ارتباط با عراق است، با یک پرونده افشاگرانه با همکاری وبسایت اینترسپت. 700 سند اطلاعاتی لو رفته که رشد گام به گام نفوذ ایران در عرصه سیاسی و اطلاعاتی عراق را در سالهای اخیر فاش می‌کنند. در بریتانیا روزنامه محافظه‌کار تلگراف هم به همین پرونده پرداخته. تلگراف می‌نویسد این بزرگترین نشر اطلاعات در تاریخ جمهوری اسلامی است. در آلمان روزنامه دیتزایت متمایل به میانه باز از عراق نوشته و اعتراض‌ها به نفوذ ایران. در مقاله مربوط به داخل ایران، دیتزایت از بزرگترین قیام 40 سال اخیر میگوید و شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر جمهوری اسلامی. و بالاخره در ایتالیا روزنامه میانه روی لاستامپا هم به ماهیت ساختارشکن اعتراض‌ها اشاره دارد. سیاست ریاضتی که هدفش اقتصادی بود، به نوشته لاستامپا، حالا ممکن است کل نظام را از هم بپاشاند. ایران کلانتری آتیش دادن در پل مالی آباد.
در نهایت اعتراض هایی که در صدر اخبار غرب هستند از هنگ کنگ و لبنان. خواه چون اینها مستعمرات سابق اروپایی اند، خواه برای نبود خبرنگار اعزامی و اینترنت در ایران. در روزهای آینده مشخص خواهد شد که آیا جمهوری اسلامی با این ترفند سکوت خبری از این بزنگاه به سلامت عبور خواهد کرد یا خیر. نیکولاس نیکزاداد، بی‌بی‌سی. کشتار، تخریب، ویرانی. این حاصل 5 روز اعتراض در ایران است. در این فضا چه کسی برنده می شود؟ این سوال من از دو مهمان برنامه امشب است. احسان سلطانی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بولزانو در ایتالیا. آقای سلطانی معتقدند که به خشونت کشیده شدن اعتراضات فقط و فقط به نفع حاکمیت ایران است و می تواند جامعه مدنی ایران را سالها به عقب بیاندازد. و مهدی جلالی تهرانی، تحلیلگر امنیت مسائل خاورمیانه، و از همراهان جریان سوم از نیویورک که معتقدند صحنه اعتراض این روزهای ایران صحنه جنگ است و این شرایط با بیانیه دیروز سپاه به آنها تحمیل شد و انتخاب خودشان نبود. خوش آمدید به برنامه آقایون. آقای جلالی تهرانی، با توجه به اینکه این شرایط به آنها تحمیل شده، فکر می‌کنید که معترضان باید به این حضور خیابانی هرچند مرگبار ادامه بدن؟ من چنین توصیه‌ای ندارم، در چنین شأنیتی نیستم که چنین توصیه‌ای بکنم، ولی قاعدتاً امیدوار هستم که ادامه پیدا بکنه و در ضمن به فضا کاملاً مشخص تعریف بشه، به خاطر اینکه حکومت و بخشی از ایادی حکومت و حتی متأسفانه بخشی از تحلیلگران و اپوزیسیون تفکیک میکنن بین مردم، بین اخلالگران مثلا یا آشوبگران و مردم عادی که قصد آشوب و اخلال ندارن. علل اصول وقتی شما حتی اعتراض مدنی هم میکنید، در واقع میخواهید در روند اداره یک حکومت اخلال ایجاد بکنید تا به نتیجه برسید. مثلا وقتی جوانان هنگ کنگ رو میبینیم، میرن فرودگاه رو میبندن و وقتی که مصاحبه باهاشون میکنه خبرنگار، نمیگه به خاطر آزادی من آمدم بیرون و شعار بده، میگه آمدم که اخلال ایجاد بکنم، روند اقتصادی کشور خودم رو مختل بکنم تا حکومت به من پاسخ بده. پس این میکنید به حال تخریب اموال عمومی یک بخشی از این مبارزه است؟ به هر حال طبیعت چنین مبارزه هستش. در ضمن در این کلمه اموال عمومی هم باید یه مقداری تردید کرد، اینها آیا اموال عمومی است واقعا یا اموال وابسته به حکومت جمهوری اسلامی و خانواده های فاسد، شبکه های فاسد حکومت جمهوری اسلامی است. مردم حداقل احساس نمی کنن اینها اموال عمومیشون هستن، احساس تصاحب نسبت به کشور خودشون ندارن وگرنه چنین کاری نمی کنن، ولی خود مردم هستن که به سطوح آمدن و چنین کاری می کنن. بین مردم تفکیک نکنید. آقای سلطانی، شما معتقدید که به خشونت کشیده شدن این اعتراضات به نفع معترضان نیست؟ قطعا. من اول اینکه درود بفرستم به روان پاک کشته شدگان اعتراضات اخیر و تسلیت بگم به خانواده هاشون. ببینید، از هر پایگاه فکری بخوایم به این مسئله نگاه بکنیم، موافق حکومت باشیم یا مخالف حکومت یا منتقد حکومت، به خشونت کشیده شدن اعتراضات مقصر اصلیش فقط و فقط حکومت جمهوری اسلامی ایران با تمام اجزای اون. اما آیا به خشونت کشیده شدن اعتراضات به نفع مردمه یا به نفع مردم نیست؟ ببینید، جمهوری اسلامی در دست کم در 3 دهه اخیر، ما حالا 2 دهه اخیر اگر سال 78 به بعد بخوایم نگاه بکنیم، سال 78، حوادث سال 88 و اونچه که در سال 96 اتفاق افتاد، در 2 دهه اخیر هیچ گونه اعتراضی در هیچ سطحی مردم ایران نتونستن انجام بدن. شما نگاه بکنید، در این مرد زنها میخواستن برند به ورزشگاه، اعتراضات کارگری، تمام اینها سرکوب شد. جنبش سرافراز دانشجویی سرکوب شد. فعالان سیاسی مصالحه‌جو، کسانی که تحول خواه بودن، صداهای اعتراضی مصالحه‌جو، شما نگاه بکنید سردار علی. به همین دلایلی که من فکر میکنم آقای جلالی تهرانی معتقدن که ناگزیر به خشونت کشیده میشه این اعتراضات. اجازه بدید، آقای جلالی تهرانی میگن اینها اموال حکومت هست. اتوبوسی که برای حمل و نقل عمومی استفاده میشه اموال حکومت نیست، اموال مردمه. بانکی که خانواده ما، اعضای خانواده ما میرن از اونجا حقوق میگیرن، مردم میرن اونجا پولهاشون رو میگذارن، اونها اموال حکومت نیست، اموال مردمه.
ماشین هایی که در خیابان آتش زده میشه ماشین ها متعلق به مردمه. حاکمیت هیچ تملکی رو اینها نداره. آیا حاکمیت از این خشونت استقبال میکنه؟ قطعا بله استقبال میکنه. شما با یک مته‌ای که میخواید چوب رو سوراخ بکنید نمیتونید بتن رو سوراخ بکنید. حکومت از این فضا استفاده میکنه که جامعه مدنی رو به عقب پرتاب بکنه. حکومت از این فضا استفاده میکنه. چرا الان رسانه ها در ایران همه رسانه ها در ایران تحلیل خطی دارن نسبت به رسانه های داخلی ایران تحلیل خطی دارن نسبت به مسائل این که اغتشاشگر همه رو میخوان هول بدن به سمت جریان اغتشاش، چون از این سرکوب استفاده میکنن. شما نتیجه طبیعی این اعتراضات اینه که در چهار ماه آینده که ما شاهد انتخابات پارلمانی در ایران خواهیم بود مشارکت عمومی پایین میاد و برنده پایین اومدن مشارکت عمومی طیف محافظه‌کار و اصولگرا در کشور. آقای جلالی تهرانی، شنیدید صحبت آقای سلطانی رو؟ استفاده از خشونت در واقع به نوعی آتو دست مقامات میده برای سرکوبش و اغتشاشگر جلوه دادن اعتراضات مدنی. قبل از هر چیز من این رو یک شوخی میدونم. ما بارها این حرف رو چندیم، اصلاح طلب‌ها هم میزدن. جمهوری اسلامی رژیم اشراره، رژیم اراذل اوباشه، در حالی که مردم رو اراذل اوباش مینامه. چون این رژیمی که یادم جنرال پتریاس هم گفته بود که یه تعدادی لات به ایران حکومت میکنن، چون این رژیمی هیچ بهانه‌ای نیاز نداره برای سرکوب مردم و هرگز هیچ بهانه‌ای هم نداشته، بیان نکرده برای سرکوب مردم. در هر حالت خشونت می‌ورزه. جمهوری اسلامی است که جنگ رو با مردم شروع کرده، سپاه هستش که در بیانیه خودش رسما اعلام جنگ میکنه، کیهان هستش که رسما اعلام میکنه که ما اعدام خواهیم کرد شما رو، آقای خامنه ای و آقای روحانی هستن که رسما تهدید میکنن مردم رو به جای اینکه به اعتراضات مردم توجه کنن. بنابراین وضعیت جنگی طبق علم دانش سیاست، علوم سیاسی، الان این وضعیت رو میشه به عنوان یک وضعیت جنگی تعریف کرد و شرایط و حقوق و اخلاق جنگ رو در موردش مترتب دونست. در مورد کلماتی هم ما به کار میبریم، فریبنده است، مخدر، دروغ، از جمله نافرمانی مدنی. نافرمانی مدنی زمانی معنادار هستش که شما فرمان مدنی داشته باشید، در یک کشوری حاکم باشه، بعد بیاید حالا نقضش کنید، نافرمانی بکنید. در آمریکای مارتین لوتر کینگ، در آفریقای جنوبی نلسون ماندلا، در هند گاندی، ما هر سه نهادهای دموکراتیک و مدنی را شاهد هستیم ولی تبعیض وجود داره. بنابراین اونجا نافرمانی مدنی و مبارزه غیر خشن معنادار هست. اما در ایران جمهوری اسلامی هستش که داره تحمیل میکنه این وضعیت رو، و این وضعیت جنگی. مردم حق دارن از خودشون دفاع بکنن و باید اخلال اصلا ایجاد بکنن، در حالی که اخلال حکومت ایجاد کرده. در اینترنت ببینید نسل جوان به خصوص زنهای ما روی اینستاگرام بازار بزرگی دارن، چون نمیتونن برن بازار بزرگ یا جایی که مردان از کار بکنن. زندگی همه رو مختل کرده با قطع اینترنت. اخلالگر جمهوری اسلامی است. آقای سلطانی، وقتی که یک طرف ماجرا متوسل به زور میشه، متوسل به خشونت میشه، به گفته آقای جلالی تهرانی طرف مقابل هم ناگزیر از دفاع از خود میشه. ببینید ما باید نگاه بکنیم ببینیم نتیجه اون خشونت چیست. آیا نتیجه اون خشونت به یک آزادی و احقاق دموکراسی در ایران منجر میشه؟ ما چه دوست داشته باشیم چه نه، حکومت جمهوری اسلامی طرفدارانی در داخل ایران داره، کما اینکه دیدیم در روزهای اخیر متاسفانه شکاف اجتماعی رو داره دامن میزنه، داره مردم رو دعوت، هواداران خودش رو دعوت میکنه که به خیابون بیان و در برابر بخشی از جریان اعتراضی قرار بده به جای اینکه دعوت به اعتراض مسالمت آمیز بکنه. یعنی جمهوری اسلامی بخشی از حکومت به طور مشخص از این ایجاد شکاف اجتماعی بین مردم استقبال میکنه. ما بیایم مردممون رو جالبه، من بنده از ایتالیا یا اون مهمان محترمتون از آمریکا در جای راحت نشستیم، مردم رو دعوت بکنیم به اخلالگری، دست کم 100 نفر کشته بشن و ما اینجا بیانیه صادر بکنیم یا بگیم اینها اموال حکومت نیست. حکومت اتفاقا از این
به خشونت کشیده شدن استفاده میکنه، چرا که هر چقدر ما خشونتمون رو بیشتر بکنیم حکومت خشونت بیشتری رو به خرج میده. الان شما نگاه بکنید به صورت مشخص در خیابون‌هایی که فیلم‌هاش دست کم ما دیدیم به دست ما رسیده، تو رسانه‌های خودتون نشون دادید، نیروی انتظامی و یگانهای ویژه پای کارن. میتونه به جایی برسه که جمهوری اسلامی و دستگاه نظامی نیروی زمینی سپاه رو با ادوات جنگی وارد خیابون بکنه. آیا این به نفع مردمه؟ قطعا به نفع مردم نیست. آیا به نفع حکومته؟ بله، به نفع بخشی از حکومت هست. ما به عنوان جریان تحول خواه و جریانی که باور داریم به تغییر مسالمت آمیز، نباید مردم رو دعوت، ما اینجا در مقامی نیستیم که مردم رو به اخلالگری دعوت بکنیم، با توجه به اینکه میدونیم جمهوری اسلامی دست کم در 14 دهه اخیر از هیچ گونه خشونتی علیه جریانات تحول خواه، حتی جریاناتی که خواستن زبان با زبان مسالمت آمیز صحبت بکنن، از جمله سردار علایی چند سال پیش یادداشتی نوشت در روزنامه جمهوری اسلامی زیر عنوان قیام 19 دی از زبان دیگر و از زبان شاه سوالاتی را از حکومت پرسید و دیدیم آن با خانش کردن که دیدیم با رفتن خونه شعار نوشتن. حکومت هیچ گونه کمترین صدایی رو که بخواد با خشونت باهاش برخورد بکنه. آقای سلطانی، حکومت صدایی رو که بدون خشونت باش برخورد بکنه برمیتابه؟ قطعا بر نمیتابه، ولی ما باید اصرار بکنیم. حتی این باور بنده هست، حتی اگر چشم ما احقاق دموکراسی در ایران رو نبینه، حتی اگر چشم ما احقاق آزادی و جامعه مدنی رو در ایران نبینه، صدها سال بعد این اتفاق در ایران بیفته، ما باید اصرار بکنیم به تحولات مسالمت آمیز در ایران، اصرار بکنیم با زبان مسالمت آمیز. چون وقتی آقای خامنه‌ای امروز میاد با این زبان با مردم صحبت میکنه یا سپاه بیانیه میده، اتفاقا استقبال میکنن که بخشی از جریان خشونت طلب بیاد در خیابون و علیهشون سنگربندی بکنه، صفکشی بکنه. و طبعا بخش عمده ای از مردم با جریانی که میخواد با خشونت حکومت رو عوض بکنه و در فردای اون خلأ قدرتی به وجود بیاد که امروز در افغانستان شاهدش هستیم، که آمریکا آقای جنرال پتراوس در مقامی نیستن که بخوان در مورد حکومت ایران حرف بزنن. امروز نتیجه دخالت‌های آمریکا رو بعد از 18 سال در افغانستان می‌بینیم. هنوز انتخاباتی که در افغانستان برگزار شده، بعد از 3 ماه نتیجه انتخاباتش هنوز برگزار اعلام نشده. حدود از 9 میلیون واجد شرایط رای دهی، فقط حدود 1,500,000 نفر رای به صندوق ریختن. ما با خشونت در مقابل جمهوری اسلامی چه چیزی رو می‌خوایم عوض بکنیم؟ آقای جلالی تهرانی، شنیدید آقای سلطانی معتقدند که شما و دیگر افراد اپوزیسیون خارج از کشور باید اصرار بکنید به مبارزه مسالمت‌آمیز، ولو اینکه صدها سال رسیدن به دموکراسی در ایران طول بکشه. خب دقیقاً همین یک جمله اصلا تکلیف ما رو روشن میکنه، ولی از قرار به نظر نمیاد که نسل جوان دهه 70 دهه 80 کسانی که الان در خیابان هستن بخوان مثل آقای سلطانی صبر کنن، صدها سال صبر بکنن. و الان اگر چنین جمله‌ای رو بشنون، اونها هم تکلیف خودشون با خودشون روشن میشه. اما دو نکته رو باید اشاره بکنم. یک این که این حرف عوامانه است، عوام فریبانه است، خیلی‌ها میزنن، بس دقت کنیم که به کار نبریم. این که ما توصیه بکنیم مردم بیان به خیابان کشته بشن یا اپوزیسیون بگه که ما توصیه‌ای نمی‌کنیم، حالا اگر کسی از من اصلا باوری چندان به اپوزیسیون ندارم، ولی چون واقعیت اینه که الان اتفاقا اعتراضات نشون داد که اپوزیسیونی وجود نداره، اما هر کسی یه چهره یه نفری تو رسانه بیاد آدمی مثل من مثلا توصیه بکنیم، مردم عاقلن، ما شهروند برابریم، داریم توصیه میکنیم. کسی که از خونش میاد بیرون به خاطر من کاریزما ندارم، که تحت تأثیر من و هواداری من که نیست. اگر کسانی تحت هواداری دیگران هستن خودشون میدونن. اون یک آدم بالغه، من یک شهروندم، یک چیزی رو میدونم، تخصصمه، او یک شهروند یک چیز دیگر رو میدونه. اینجا دقت میکنه میبینه توصیه من مفیده یا نه. آدم بالغ، خودش مسئول جان خودش و مسئول عملکرد خودشه. مردم رو با شعور بدونیم. یک نکته دیگر هم اجازه بدین بپرسم. در واقع آقای سلطانی، آیا چیزی در مورد حق انقلاب شنیدید؟ اصلا حق انقلاب جزء حقوق بشر
در تبصره دوم قانون اساسی آمریکا شما حق انقلاب علیه حکومتی دارید که علیه تو تازه خشونت به خرج نمیده، فقط نمیخوایدش، حق تأسیس میلیشا دارید، نیروی نظامی دارید، علیه حکومت خب اقدام بکنید. این حق انقلاب رو 240 سال پیش در آمریکا گذاشتن. آقای جلال‌تهرانی، قیاس آمریکا با ایران خیلی شاید قیاس منصفانه به نظر نیاد. به هر حال راجع به یک دموکراسی داریم صحبت می‌کنیم و حکومت ایران. نه. ببینید اولی که آمریکا تأسیس شد اولا دموکراسی نبود. دومی که اتفاقا اگر در مورد دموکراسی صحبت میکنیم حق انقلاب اونجا کمتر طرح میشه. برای ما اتفاقا ضروری تره. اتفاقا دقیقا درست میگید. به جهت این که تفاوت بین جمهوری اسلامی و آمریکا هستش، ما حق انقلابمون رو اتفاقا باید امتحان بکنیم، تلاش بکنیم، ازش استفاده بکنیم. حتی حق میلیشا، این هستش که یه دموکراسی در آمریکا به وجود بیاد. یعنی پذیرفتن حق انقلاب، پذیرفتن تأسیس نیروی انتظامی، اگر اینو بپذیریم، اگر اسمش خشونت نگذاریم، چون اصلا کلمه خشونت رو اجازه بدیم تعریف کنیم، نمیخوام تعریف کنم. آقای جلال‌تهرانی متاسفانه خیلی فرصت نداریم برای اینکه وارد تعاریف خیلی بشیم. آقای سلطانی خیلی کوتاه پاسخ آقای جلال‌تهرانی رو بدید. ببینیم حق انقلاب، حق تغییر حکومت، حق اختلال، یک حق برای مردم باید این کار بکنن، به خصوص که در شرایط فعلی این جمهوری اسلامی است که این شرایط رو داره تحمیل. بسیار حالا اجازه بدین پاسخ آقای سلطانی رو بشنویم. ببینیم خیلی کوتاه لطفا. ما در جغرافیایی زندگی میکنیم به نام خاورمیانه، حدود 1400 کیلومتر مرز با عراق داریم، با افغانستانی که بخش گسترده ایش در اختیار طالبان، بخشش در اختیار داعشه. بله. مرز گسترده ای داریم با پاکستان. ما این آدرسی که آقای جلال‌تهرانی میده آدرس سوئیس نیست. آدرس یک لیبی دیگه است، آدرس یک سوریه دیگه است، آدرس یک عراق دیگه است که با دخالت خارجی. ببینید ما در یک جغرافیایی زندگی میکنیم که چه بخواهیم چه نخواهیم با این کشورها متأثر از تحولات این کشورها هستیم. همین فردا خلأ قدرت در ایران به وجود بیاد، اولین اتفاقی که در ایران میفته ما دیدیم. امروز چندین حزب کردی بیانیه صادر کردند و از این اتفاقات حمایت کردند. گروهک جنبش الاهواز همینطور بیانیه صادر کردند، از این اتفاقات حمایت کردند. فردا یک عبدالمالک ریگی پیدا میشه همچین کاری رو میکنه. ببینید این آدرسی که ما در آمریکا نیستیم، ما در آمریکا زندگی نمی‌کنیم. ما کشوری به نام ایران که در یک جغرافیایی واقع شده به نام خاورمیانه با این کشورهایی که نام بردم، ما باید ببینیم ظرفیت‌های خودمون چیست، آیا حق انقلاب داریم یا نداریم. اگر حق این انقلاب رو داریم که قطعاً داریم، ما آیا برای آینده کشورمون، برای آینده فرزندانمون، برای آینده تمام مردممون، آیا این حق مجاز هست که ما از این حق استفاده بکنیم؟ اگر از این حق استفاده بکنیم در آینده چه چیزی رو می‌خوایم؟ ما الان یه چیزی رو می‌دونیم. ما می‌دونیم که بخشی از مردم می‌دونن که با حکومت جمهوری اسلامی مشکل دارن، اما همین بخش مردم نمی‌دونن در آینده چه چیزی رو می‌خوان. چون جامعه مدنی در ایران شکل نگرفته. برای همین چش بکنیم که جامعه مدنی رو در اینا شکل بدیم، حتی بکشه. بله، اضافه کنم که گروهایی که آقای سلطانی اعلام کردند که حمایت کردن از اعتراضات در ایران، لزوماً همه‌شون از اعتراض خشونت‌آمیز حمایت نکردند. احسان سلطانی و مهدی جلالی تهرانی، ممنون از هر دویشون. حدود 70 ساعت از قطع اینترنت در ایران می‌گذرد. سخنگوی قوه قضاییه گفته به نظرش این تصمیم باید زودتر انجام می‌شد تا از آسیب اعتراضات مردم در ایران جلوگیری شود. سخنگوی دولت گفته اینترنت استان‌هایی که مشکل امنیتی ندارند وصل خواهد شد. در این میان صاحبان کسب و کار اینترنتی و فروشندگان کالاها در اینترنت ضرر کردند. فرین آسمی گزارش می‌دهد. اپلیکیشن‌هایی مثل اینستاگرام اینا هم به هیچ عنوان باز نمی‌شن. می‌بینید که صفحه سفیده و خالیه. دسترسی به این سایت امکان پذیر نیست. پیامی که کاربران داخل ایران حدود 70 ساعت است به صورت مداوم با آن روبرویند. سلام به مخاطبین بی بی سی. امروز سه‌شنبه 28 آبان 1398 میخوام بهتون نشون بدم که چطوری اینترنت ایران اینترانت شده و دسترسی به سایت های خارجی بسته شده. من کروم رو باز میکنم، به طور مثال گوگل رو باز میکنم.
وبسایت نت بلاکس که بر شبکه جهانی اینترنت نظارت می‌کند، با شروع اعتراضات در ایران و قطع شدن اینترنت، مرتب وضعیت دسترسی به شبکه جهانی در ایران را کنترل کرده. این وبسایت می‌گوید در حال حاضر اینترنت در ایران با ظرفیت تنها 4% قابل استفاده است. قطع اینترنت باعث شده کاربران داخل ایران برای ارسال فیلم و تصاویر اعتراض‌ها با مشکل مواجه شوند. اما در روزهای گذشته معدود ویدیوهایی به دست بی بی سی فارسی رسیده است. بسیاری از شهروندان هم میگویند ساعت‌ها برای وصل شدن به اینترنت تلاش می‌کنند. بیدار شدم، اینترنت رو چک کردم، کاملاً در تمام ایران قطعه. از روش چند لایه‌ای برای دور زدن فیلترینگ استفاده کردم تا به یک ارتباط شبیه 128 کیلوبایتی به جهان آزاد برسم تا این توییت را بفرستم و خبرها را چک کنم اگر اصلا چیزی رد شود. این شدیدترین فیلترینگ اینترنت بوده که داشته‌ایم. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه گفته قطع اینترنت تصمیم این قوه نبوده و مراجع امنیت ملی درباره آن تصمیم گرفتند. او حتی گفته به نظرش این تصمیم دیر هنگام انجام شد و اگر زودتر انجام می شد آسیب اعتراضهای اخیر کمتر بود. مشکل اینترنت نداشتیم قطع کنیم. وقتی به هر حال علی ربیعی سخنگوی دولت دوشنبه گفت از روز سه شنبه در استانهایی که مشکل امنیتی ندارند اینترنت وصل خواهد شد. به طور طبیعی شورای امنیت کشور تصمیم گرفته، به اپراتورها ابلاغ کرده برای جلوگیری از سوء استفاده از این فضا. محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران گفته اینترنت اختلال ندارد بلکه به دستور و تشخیص شورای امنیت کشور با ابلاغ به اپراتورها قطع شده. قطع اینترنت ضربه بسیاری به خدمات و مردم زده است، اما حفظ امنیت ایران به تشخیص شورای امنیت کشور بسیار حائز اهمیت است. جواد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور به ارائه دهندگان وی پی ان و پراکسی ها و مدیران هاست های داخلی هشدار داده در صورت فروش این امکانات به مردم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. مقام های مختلف میگویند امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای مردم روی شبکه ملی اطلاعات وجود دارد، اما شهروندان در داخل ایران در پیام هایی به بی بی سی فارسی میگویند به دلیل قطع شدن اینترنت مشکلات بسیاری برای آنها پیش آمده. چون اینترنت قطع شده هیچ کس نمیتونه با هیچ کس خبری داشته باشه، نمیتونه ارتباط برقرار کنه. ما مثل سالهای پیش با اس ام اس با هم دیگه در ارتباط هستیم. وزارت صنعت و معدن در سال 97 اعلام کرد تعداد کسب و کارهای اینترنتی که به صورت وبسایت به ارائه کالاها و خدمات می‌پردازند حدوداً 270 هزار تا هستند. از تعداد کسب و کارهایی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند آمار دقیقی نیست، اما صاحبان این کسب و کارها ضرر کنندگان اصلی قطع اینترنتند. رضا الفت نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی زیان ناشی از قطع اینترنت به تولید کنندگان و فروشندگان در فضای مجازی را غیر قابل محاسبه دانسته، اما خبرگزاری مهر خسارت ناشی از تعطیلی فروش اینترنتی را 900 میلیارد تومان برآورد کرده. فرین آسمی، بی بی سی. به پایان 60 دقیقه می‌رسیم. ممنون از همراهی.